با گذشت یک سال از خروج ایالات متحده ای امریکا از افغانستان و روی کار آمدن مجدد طالبان در این کشور، افغانستان از یک کشور مبارز علیه دحشت افغانی به مزبان القاعده مبدل شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا به تاریخ اول ماه آگست سال 2022، اعلام کرد که در نتیجه یک عملیات موفقانه هوایی نیروهای امریکایی، ایمن از زواهری، رهبر گروه القاعده در کابل کشته شد. هموطنان من، روز شنبه به دستور من یالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری امیر القاعده شد. علاوه بر نگرانی از حضور القاعده در افغانستان، در طول یک سال گذشته این کشور شاهد ده ها حمله مرگبار نیز بود. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش در اوایل ماه می گفت که در جریان شش ماه اول تسلط طالبان نزدیک به چهارصد غیر نظامی در افغانستان کشته شده است که حدود 80 درصد این تعداد در نتیجه حملات مرتبط با شاخه خراسان گروه داعش جان باخته اند. جانتن شرودن رئیس برنامه مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری امریکا می گوید که در طول یک سال گذشته گروه داعش قوت بیشتر گرفته است. شاخه خراسان دایش در افغانستان یک تهدید جدی هم برای حکومت طالبان و هم ممکن برای جامعه جهانی باشد. این گروه قوت خود را دوباره کسب کرده است. در یک یا دو سال اخیر حضور ایالات متحده در افغانستان، قوت و تشکیل این گروه ممکن به یک هزار نفر تقلیل داده شده بود. ولی در حال حاضر تخمین زده می شود که دایش ممکن سه هزار جنجو یا اضافه تر از آن در افغانستان داشته باشد. پس از خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان اولین حملات مرگبار در ماه سپتامبر در ولایت های کابل و ننگرهار صورت گرفت که منجر به کشته شدن حداقل پنج نفر شد از ماه اکتبر سال 2021 بدین سو ولایت های کابل، بلخ، قندوز و قندهار شاهد مرگبارترین حملات بود که بیشتر مساجد شیعیان آماج قرار گرفت و گروه داعش یا مسئولیت گرفت و یا هم مزنون انجام آن بود علاوه بر آن معابد اهل هنود نیز از حملات مرگبار در امان نبود گروه داعش مسئولیت انفجارات پیهم و حمله هدهم ماه جون بر معبد سیکها در کابل را که سبب کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر شد به عهده گرفت در جریان یک سال گذشته حکومت طالبان بارها از امنیت سرتاسری اطمینان داد و گفت که به هیچ گروه شورشگر اجازه فعالیت نمی دهد. ولی جانتن شرودن می گوید که طالبان توانایی از بین بردن داعش را ندارند. Taliban been... طالبان در حال ساخت و ساز نیروی امنیتی خود هستند. آنان تلاش دارند که جنگجان خود را از یک گروه چریکی و شورشی به یک نیروی معمول نظامی مبدل کنند. در این زمینه تا حال موفقیت بسیار محدود داشتند. آنان تا حد توانایی مبارزه با داعش در افغانستان را دارند ولی توان ریشکن ساختن آن گروه را در افغانستان ندارند. این کارشناس امریکایی همچنان می که آمار تلفات افغان در طول یک سال گذشته در مقایسه با سالهای قبل که به گفته او هزاران افغان در نتیجه حملات مرگبار و جنگ کشته می شدند به مراتب کاهش یافته است. فعالیت گروه های ضد طالبان نیز روایت تأمین امنیت سراسر توسط طالبان را به آزمون کشیده است. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که در طول یک سال گذشته حداقل اقل دوازده گروه مخالف طالبان ایجاد شده که فعالترین آن جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان است. هرچند طالبان حضور این گروه ها را کم اهمیت جلوه می دهد، اما بر اساس گزارش سیگار فعالیت جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی سبب شده تا طالبان در ماه مه نیروهای تازه نفس را از ولایت جنوب به پنشیر، بغلان و تخار مستقر کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.